سلام، سلام، من سینا ولی‌الله هستم با برنامه چند شنبه در خدمت شما دوستان و عزیزان. این برنامه هم در واقع میشه گفت به نوعی سالگرد شروع برنامه چند شنبه است. تمنا میکنم 4 فصله که در خدمت شما هستیم، هرچند که خب حالا راه درازی رو در پیش داریم. این برنامه ها، این نوع برنامه ها، لید نایت شو ها، قدمتش برمیگرده به بیش از 65 سال پیش که اولین سری هاش در واقع توی آمریکا شروع شده. حالا اینو گفتم که در جریان باشید، دیگه خوبم، بدم، ایرادی دارم، اینو من قراره به هر حال 65 سال دیگه در خدمت شما باشم. سلام، سینا ولی‌الله هستم با برنامه چند شنبه در خدمت شما. البته حالا اگه احیانا اگه بودیم که این شکلی اجرا میکنیم، اگرم نبودیم امیدوارم که صدها برنامه این چنینی ساخته بشه. یه خورده این فرهنگ برنامه های طنز بیشتر و بیشتر بشه، مردم بیشتر بخندن، 100 تا باشه، من نباشم، حالا اگه احیانا مثلا نرسیدم به این لول که مثلا اینجوری بیام اجرا بکنم، 100 تا دیگه باشه که به هر حال این فوشا تقسیم بشه بین 100 تا، همه رو یه نفر تحمل نکنه. خدمتتون عرض بکنم که حالا اینا که شوخیه، ما در طول این 4 فصل موفق شدیم بیش از 2,700,000 کامنت رو در شبکه‌های مجازی فیسبوک، توییتر و اینستاگرام از مخاطبانمون دریافت کنیم. قربونتون برم، من دستتون رو می‌بوسم، قربونتون برم. و خدمتتون عرض بکنم که 90-95% از کامنت‌ها کامنت‌های مثبت و پر از لطف و مهر و محبت هست، از همتون سپاسگزارم. یه تعدادیش فوش نکنید آقا، زشت این چه حرکتی انجام میدید. امیدوارم که زیادتر بشه این برنامه ها، بچه ها تقسیم بکنن این محبت ها و لطفا رو. اما یه سری کامنت ها هم هستش که کامنت های خاصی هستن. حالا من یه کوچولو راجع به این کامنت ها صحبت میکنم، بعد میریم سراغ مطلب اصلی برنامه این هفتم. خدمتتون عرض بکنم که برنامه های لید نایت شو یکی از ارکان اصلیش در واقع پرداختن به مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مسائل مختلف با دید طنز. با دید طنز. یه راز سر به مهری داره که ببینم خودتون متوجه میشین. متوجه شدین؟ نه، نشدیم. دوباره. You know we really like Steven, you think? Plus they're still tired from their last trick where they made thousands of jobs disappear. As opposed to the YouTube comment feed of Obama lies 1776. Dick Pound should really insist that everyone call him Rick or Rich. Not surprisingly, the probe signal came in at 2 a.m. and said, "You up?" فهمیدین؟ این صدای مرموز و اسرارآمیز خنده یه تماشاچی. میخوایم بدونین نظرات اونوریا نسبت به این صدای مرموز چیه؟ با هم بشنویم. چه صحبت‌های عمیقی. برنامه امشب واقعا دیدنی. حرفش بی‌نظیره. خیلی عالی بود. و نظرات بعضی از دوستان ما چیه؟ چی نه این پشت خندن. من واقعا ممنونم. سپاسگزارم. و خدمتتون عرض بکنم که یه نکته دیگه هم مهمون برنامه است. مهمون برنامه در برنامه‌های اینچنینی از همه نوع، از همه قشری هست. یعنی ممکنه طرف تربیت کننده حیوانات در باغ وحش باشه. میتونه رابرت دنیرو باشه. میتونه پاریس هیلتون باشه با فیلمای خاک بر سریش. و میتونه آل پاچینو و کوین اسپیسی باشه. یعنی هر شخصی میتونه در این برنامه حضور داشته باشه، کسی شأن اون یکی رو پایین نمیاره. و نکته دیگه هم اینه که این برنامه ها چون مثلا چه میدونم 10 سال 15 سال 20 سال طول میکشه و هر شب هم اجرا میشه، اینا که مثلا 200-300,000 تا مهمون که نمیارن، که اون مهمون تکرار میشه، یعنی نمیکشن مهمون رو بعد از اینکه از برنامه میره، مهمون رو باز دوباره دعوتش میکنن. چرا؟
چرا؟ به دلیل اینکه خب از مهمون سوالایی که معمولاً توی مدرسه ازش میپرسن نمیپرسن تو مصاحبه. نمیگم مثلا چند سال تکی شروع کردی، مثلا چه رنگی دوست داری، مثلا چه آهنگی گوش میدی، با کدوم آهنگ مثلا خاطره داری، اینا رو نمیپرسن. راجع به کارهایی که انجام میده باهاش صحبت میکنن. و اگه یه هنرمند مثلا تو هر 3-4 ماه یه حرفی واسه گفتن نداشته باشه، یه کاری برای انجام دادن نداشته باشه، به نظر من باید ببوسه این قضیه رو بره و برم نگرده به عرصه هنر. و این نکته بسیار حائز اهمیتیه. الزاما مصاحبه حتما نباید راجع به موضوع خاصی باشه. میتونن بگن، بخندن، شوخی کنن، سر و کله هم دیگه بزنن. بعضی از مهمونا هستن که 4 بار 5 بار در یک فصل میرن توی این برنامه‌های لیت نایت شو. برای مثال جیمی فالن به خاطر رفاقتش و دوستیش با جاستین تیمبرلک در طول یک فصل بیشتر از 4-5 بار جاستین تیمبرلک مهمونشه. و همینطور جیمی کیمل به خاطر رفاقتش با مد دیمون بیش از 5-6 بار در طول سال، در طول یک فصل، مد دیمون به عنوان مهمون میره توی برنامهش. به مدلای مختلف سر به سر هم دیگه میذارن. Welcome to tonight's episode of Jimmy Kimmel Sucks. بله اینجوریه، یعنی مهمون میره توی برنامه برای 2 بار 3 بار 4 بار و میگن، میخندن، شادی میکنن و به هیچ وجه مخاطبی نمیخوان اون مهمون رو به خاطر اینکه بار دوم یا سوم اومده توی برنامه قیمه قیمه کنن، باش قرمه سبزی درست بکنن. خیلی صلح‌آمیز برخورد میکنن و خوشحال میشن از این قضیه. میدونم براتون عجیبه، اما خدمتتون عرض بکنم. حالا یک نکته ای رو بگم، من دارم راجع به این کامنت ها صحبت میکنم برای خنده هست و اصلا من به این کامنت ها یا این نظرات یا این صحبت ها با دید منفی نگاه نمیکنم. یعنی فکر نمیکنم کامنت منفیه، کامنت منفی همون فحاشی هست. اما خدمتتون عرض بکنم که اینا کارشناسیه، اینا کامنت های کارشناسی هست. البته کارشناسی نه به اون معنی اصلیش که به معنی شناختن یک کار و نظر دادن و صحبت کردن راجع بشه، نه، با همون تعریف خودمون، یعنی ندونستن حتی یک اپسیلون راجع به یک کار یا یه چیزی و نظر دادن و کارشناسش بودن. با اون تعریف در واقع میشه گفت اینا نظرهای کارشناسی محسوب میشه و ما هم مشکلی باش نداریم. این خوشحال میشه که راجع به صحبت بکنیم تو این برنامه و سوژه خنده درست بکنیم. اما خدمتتون عرض بکنم، هفته گذشته مدرسه ها باز شد و ما 95% از مخاطبین رو از دست دادیم در واقع. به دلیل اینکه برخلاف تصور ما که فکر می‌کردیم این برنامه آخر شب داره پخش میشه و مخاطبینش احتمالاً بزرگسالان هستن و پدر مادرها و همینطور نسل بالغ و جوان، متوجه شدیم که ما برنامه مهد کودک، یعنی در واقع عمو کورنگ و اینا باید بیان پیش ما لونگ بندازن. تمام بچه‌ها پای برنامه ما و براشون هم سواله که مامان کندی چارمز کیه؟ پاشو بچه برو بگیر بخواب. خدمتتون عرض بکنم که یه اتفاق جالب دیگه هم هفته پیش افتاد. اینکه من چون من هر وقت خرجا میرفتم همه با دید یک بنیان برانداز به من نگاه میکردن اینجوری. دیروز دیدم با یه لبخندی با من برخورد میکنن هر جا میرم. گفتم چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ متوجه شدم یه رقیب واسه ما پیدا شده که عامل اصلی بنیان براندازیه، یعنی در واقع اون بوده، اصلا ما نبودیم. آسانسور. جلسه چطور بود؟ الان کجایی؟ الان تاکسی هم نزدیک هم تا چند دقیقه دیگه میرسم. ببین یه لحظه گوشی. آقا ببخشید.
حالا اون چیزی که برای من سواله اینه که آسانسور از طبقه پنجم اومد همکف، خب چرا یارو پیاده نشد؟ اومده بود مسافر بزنه برگرده بره بالا، چیه برنامه‌اش چی بود در واقع؟ آسانسوره، آسانسور خودش مشکل داشته اصلا به نظر من. و اینکه اصلا کلا توی تاکسی هم بخوای تلفنی صحبت بکنی اصلا مشکلی نیست، یعنی اینکه مخل آسایش دیگران بشی این اصلا مسئله مهمه، مهم اینه که سوار آسانسور نشی. و اینکه به هر حال ما تبرئه شدیم از در واقع این جرم بنیان براندازی. و ببینید من از اولش نگفتم بهتون تقصیر ما نیست، همه این مشکلات، طلاق، دیگه نمیدونم خیانت، دروغ، اینا همش تقصیر آسانسور بوده دیگه. هی میگفتن نمیدونم سریالای فارسیوانه، من که گفتم بابا این سریالای جای دیگه پخش میکنن، خب بچه‌ها جای دیگه این بلا سرشون نمیاد، نگو آسانسور بوده. دیدین اصلا یه جا دیگه بود. بشینین برنامه‌تون میاد، عصبی نکنین خودتون. خدمتتون عرض بکنم که یه اتفاق دیگه هم هفته گذشته افتاده، اصلا کلا مملکت رو دچار یک تحول اساسی کرده. جدایی نادر از سیمین، نه، آنجلینا از براد پیت. دیگه برای بچه‌ها سر از پا نمی‌شناسن، جشن گرفتن انگار تیم ملی رفته جام جهانی. در همون اندازه بچه‌ها جشن گرفته بودن واسه خودشون، هرچی گولاخ بود رفته بودن زیر صفحه آنجلینا جولی و کامنت‌های اینچنینی گذاشته بودن. و در واقع پلنگا هم مدل‌های مختلف رفته بودن سراغ صفحه براد پیت و ابراز علاقه‌ها و نظرهای کارشناسانه داده بودن. یه نفرم که کلاً دیگه مرد ایرانی رو به منصه ظهور گذاشته بود با این کامنت. و خدمتتون عرض بکنم که حالا امیدوارم که براد پیت حرفای ایشون رو، توصیه ایشون رو جدی بگیره و زنشو برگردونه سر خونه زندگیش. مهریه‌اش هم به نظر من یه فکر. حالا خدمتتون عرض بکنم بحث اصلی اینجاست که همه فکر میکنن، یعنی پسرها و دخترای ما که فکر میکنن براد پیت و آنجلینا جولی سر در واقع عشق و علاقه شون به این بزرگواران از هم دارن جدا میشن. خیلیای دیگه هم میگن نمیدونم دلایلی دیگه‌ای داشته، اما هیچ کدوم اینا دلیلش نبوده، دلیلش آسانسور. مدرک هم داریم ما. آنجلینا جولی و براد پیت هر بار سوار آسانسور شده بودن با هم بودن، همیشه با هم سوار آسانسور می شدن. و اگر با هم نبودن به این صورت از آسانسور می اومدن، یعنی از ساختمون می اومدن پایین. یک بار هم که براد پیت سوار آسانسور شده بوده بدون آنجلینا جولی، آنجلینا مچشو گرفته بوده و اینم فیلمش. این چرا وایساد؟ یک کاسه این زیر نیم کاسه است. آنجلی عزیزم خودتی؟ آره عزیز دلم، آره خودمم. هیچ خم زود قضاوت نکن، قضیه اونجور که به نظر میاد نی. مرتی که بد ترکیب ور پریده، چشم منو دور دیدی واسه خودت رفتی تو آسانسور. آره به جون مسعود فراستی پام لیز خورد افتادم این تو دادگاه خانواده میبینمت. دیدین اصلا این آسانسور بلای خانمان سوزیه. آنجلینا جولی و براد پیت که فارسیوان ندارن، که فارسیوان نگاه نمیکردن، که همین آسانسوری که زندگی این عزیزان بزرگوار رو از هم پاشید. حالا صحبت‌های تلخ نکنیم توی برنامه. هفته گذشته دو تا رونمایی هم اتفاق افتاده، رونمایی از آیفون 7 و رونمایی از خواننده خوش صدای کشورمون سیامک عباسی. البته یه سری موجودات خیلی خاصی بودن که بعد از که رفته بودن کنسرت سیامک عباسی، رفته بودن این برانور گفته بودن که نمیدونم خورده تو ذوقشون و توقع نداشتن و فکر نمی‌کردن اینجوری باشه. چه جوری بوده؟ من واقعا سوال برام اینه که سیامک عباسی یک خواننده به اون خوش صدایی چجوری بود؟ چجوری دوست داشت؟ سیامک جان خوش آمدی، قربونت برم، من خوش آمدی به زندگی ما. حالا گفتم آیفون 7 خدمتتون عرض بکنم که این موبایل افسانه‌ای یک رکورد منحصر به فردی هم در کشور ما به نام خودش ثبت کرده، اونم قیمتشه. در حدی که بچه‌ها به جای اینکه برن مثلا از مغازه و فروشگاه آیفون رو بخرن، اگر یه بلیت رفت و برگشت بگیرن بیان دبی آیفون رو بخرن، یه شبم هتل بمونن برگردن، آیفون ارزان‌تر در میاد واسهشون. حالا بحث اصلی اینجاست که قراره که از چند هفته دیگه هم ما با آیفون ها بچه‌ها خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. تمام می‌کنم بچه‌ها، خواهش می‌کنم.
از اون وقت حالا دارم من حرف میزنم، بچه‌ها دارن من نگاه میکنن. الان آیفون 7 رو گفتم، همه داشتن هجوم میورد. در اصلا از چارچوب فکر میکنم از لولاش یکی داشت درو میشکون بیا تو. آقا به خدا آیفون نداری، الان آیفون 7 نداریم ما تو استودیو. آخه الان چی؟ من یه خورده الان نگرانم و فکر نمیکنم امنیت جانیم، فکر نمیکنم دیگه الان من ده. آقای کارگر اگه محبت کنین درو نگه داریم از یه ور دیگه برم بیرون. الان آیفون 7 نداریم، الان آیفون 7 است. آقا برای بخش زندگونه برنامه این هفته بریم سراغ نویسنده شهیر و توانمند کشورمون، کسی که همه ما با نوشته‌هاش خاطره داریم و کلی خندیدیم. دیگه دروغ نگید دیگه، همتون خاطره دارین و کلی خندیدین دیگه تا قبر. دایجان ناپلئون؟ ایرج پزشکزاد، خالق دایجان ناپلئون. دقیقاً ببینم چی کار میکنید دیگه با هشتگ زندگونه ایرج پزشکزاد. سینا، بله، عروسی رفتی یا نه؟ کدوم عروسی؟ عروسی آرش دیگه. کدوم آرش؟ ای بابا، آرش استیلا. آرش استیلا عروسی. قدم دلم سوخت واسش، واسه تو عروسی دفعه همه چی به هم بیچاره. این حرفا چیه میذاری؟ ماما واسه پدرس بده کنی. بابا فیلم و عکس و ویدیوش همه جا پر شده. تو تمام این گروه ها. بابا عزیز دل من، قربون هر فیلم و عکس و هر چرت و پرتی که تو این شبکه‌های مجازی و دیگه نمیدونم تلگرام و واتساپ می‌بینی باور نکن، شایع بخش نکن. بابا تماس گرفتیم با خود آرش استیلاف. آرش جان سلام. سینا عزیز، سلام زن خوبا، خوبستم ارادمند. چطوری خوبی؟ سینا دلم برات تنگ شده بود. سینا قربونت برم، منم دلم خیلی وسط تنگ شده بود تا قبل از اینکه این صدا رو در بیاری. آرش جان، یه ویدیویی پخش شده تو شبکه‌های اجتماعی و مجازی و دیگه ارتباطی در باب اینکه یه پسری ایرانی که می‌خواسته عروسی کنه با یه خانم مسن‌تر از خودش، خارجی چینی، و عروسی به هم خورده و اینا. ما رفتیم ویدیو رو ببینیم چی بوده، دیدیم شما هستین. چیه ماجرا؟ ایداد ویزا پخ شد. آره لو رفت. اکسکیوز می، واقعا ریلی واقعا. اول که ازت خیلی خیلی ناراحتم، من عروسی کردم، عروسی دعوتت کردم، پتروس ماماندار شد. پتروس هم اینجاست، پتروس اینجاست، پتروس این خونه پتروس. آره پتروس خیلی سفید زندگی میکنه. آره دیگه، یک خونه پترسه، کادو دارن طرف داره. خب بعد آره دیگه، ما عروسی کردیم، دعوتت هم کردیم، نیومدی. آرش من ندارم. آرش من زنگ زدم شایع بودن این ویدیو و این شوخی بودنش و اینا رو ثابت کنم، تو خود داری بدتر خرابش میکنی که. ببین آخه واقعا اون دیگه فکر کنم خیلی تابلو بودش که شوخی و فیلم و طنز و کنایه و نه نمیگیرن، نمیگیرن قربونت برم. خیلی از دوستان همچنان همچنان فکر میکنن جدی، اینو توی مثلا شبکه‌های تلگرامی به عنوان ویدیوی جدی این بر اون بر میکردن. ما که میدونی که ریلی واقعا مثلا، یعنی شاب... یا اکثر جدی. بابا اون اصلا الان با پشتش مانیتور کارگردان هستش، دوربین هست، نورافکن اون پشت بودش. ما داریم، من یعنی دارم الان یه فیلم بازی میکنم، اسم فیلم هستش مرد بی عرضه، گت اوت. خب اینو گت اوت، گت اوت، برو بیرون. خب بعد یه کوچولو هم توضیح بدم راجع به مشکلات و مسائل. میخواد راجع به فیلم صحبت نکن الان، میخواد داستان فیلم تعریف نکنی واسه ما. انیوی من توی اون فیلم، توی اون سکانس داشتم با اون خانم، توی فیلم، توی بازی، توی نقش داشتم با اون خانم ازدواج میکردم. ازدواج بعد اونجا مراسم عروسی اون بودش، البته بدون بیشتربازی ها، بدون بیشتربازی. آره اونجا مراسم عروسی اون بود. من چون خوشحالی مردم خوشحالی منم هستش، بعضی موقع فیلم های بانمک میگیرم میذارم تو اینستاگرام. خب اینم فیلم بود، نقش بود، بازی بودش که منم سر دیگه میدونی دیگه ماها. اون شعار برنامه من چیه؟ ما باید یاد بگیریم شوخی رو جدی نگیریم.
شوخی رو جدی نگه. این چرا جا نمیفته؟ چرا جا نمیفته؟ ما اینجوری، ما شوخی رو ما شوخی رو جدی میگیریم، جدی رو هم کاملا شوخی میگیریم، یعنی یه تکنیک خیلی خاصی داریم. پس نه، این واقعا بازی بود و نقش بود، یعنی درکی. بعد بحران جامعه هم داره یه جوری نشون میده دیگه، با طنز که خیلی تو همه جوامع هم هستش، همه جوامع هستش که با بزرگترش ازدواجی من به خاطر اینکه موقعیت خوب مالی دارم و موقعیت خوب چیزم تو، خب تفاوت سنیشون خیلی بالاست. کلا فیلم یاد بحرانا رو میگه دیگه. بله. و اون طنز بود، کنایه بود، شوخی بود، بازی بود. پترو هنوز مادردار نشده و شما دور با اون طنز بود، شوخی. بله. اون شوخی بود، طنز. متوجه شدم. آره شما متوجه شدم. نشده. گرفتی؟ آره گرفتم. آره. کاملا گرفتم. بریم ما آرش جان دیگه، قربونت برم. هم خودت هم بچه ها قربونت برم من حرفم خیلی زیاد میزنم. آره اون شوخی بود، هم خودت هم بیانداز خیلی خیلی لطفه. قربونت برم من عزیز دلمی و ایشالله که بزودی ببینم. اینم کادو دارم، کادو دارم. به 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 یک کادو دارم. 3 2 1 من واقعا ممنونم ازت، اصلا اشک تو چشام جمع شده. قربونت برم. خدافظ آرش جان. خدافظ عزیزم. قربونت. وای تو سینا، وای تو سینا، خدافظ. مهمون برنامه این هفته بر اساس تمام صحبتایی که اول برنامه کردم انتخاب شده. چرا؟ چون می‌خوایم بهتون نشون بدیم که دو تا دوست هم میتونن توی برنامه تلویزیونی با هم بشینن، هیچ صحبت کاری خاصی هم نکنن، هیچ مولکول یا اتمی رو هم نشکافن و صحبت‌های خودمونی داشته باشن، باحال هم باشه. حالا ممکنه به نظر خیلی هم باحال نباشه، به نظر من که باحال، چون دوست عزیزم رو دوست دارم، مطمئنم طرفدارانش و کسانی هم که به شدت به حامد نیک‌پی علاقه‌مندن هم از حضورش خوشحال میشن. آقا ولمون کن برادر من. من گفتم برای تعارف رو ما به حد اعلا برسونیم دیگه در محضر شما. چطوری سینا؟ خوبی عزیز دلم، چه خبر؟ خوبی؟ بابا خیلی وقت ندیدیمت. آره به خدا، سه روزه. سه روزه. تو چه خبر دیگه؟ ما هم خوبیم در خدمت شما. چی هیمن چه خبر؟ تو چه خبر؟ چه خبر؟ آره دیگه همینجور چه خبر چه خبر تا ببینیم به کار موزیک جدید، کار جدید چیکار داری می‌کنی؟ والله داریم زورشو می‌زنیم که یه کارای تولید بکنیم و اگه بشه مجبور بکنیمش برای مثلا یه آلبوم، چون همیشه می‌خواستم وقت تک آهنگ بدم بیرون. دیگه الان مثلا آلبوم بشه. با بچه‌های ایران شنیدم داری کار می‌کنی؟ آره شعر دارم از بیشتر بچه ایران میگیرم که حال هوای شعرهای سفید ایران رو داشته باشه و شعرهایی ببخشیم؟ سپید. شعر سپید؟ از بچه ایران؟ فقط بچه ایران. خیلی خب، اگه رنگ های دیگه خاصی برای ما در خدمت شما زرد رو میدم خدمت خود. حامد یکی از هنرمندهایی که در زمینه های مختلف هم استعداد داریم، فقط در زمینه موسیقی نیست. معمولاً سر کلاسی حرکت خیلی محیرالعقولی رو انجام میداد و استاد رو به مرز جنون میرسوند. هی استاد در به در، این برای چه گنجشکه، پرنده است، چیه، تا آخر کلاس. بعضی وقتا چایی دم میکشه بسی که اینم یکی دیگه. اینا همه شما در نظر داشته باش، اینا همه آزار و اذیت هاییه که وقتی مثلا خونه است، مثلا من باید بود هم هی برم تو آشپزخونه ببینم چایی دم چایی نداره دیگه، مثلا از این بعد مثلا دنبال گنجش بگرد، دنبال نمیدونم یه نی زدن خاصی هم دارن. باز دوباره اونم نی نمیزدم من. بچه‌مون استعداد زیاد داره، استعداداش هم همینجوری در همین حد
کتری و دیگه نمیدونم چای دم کرده و اینا، شمشیر قورت میدم، آتیش میدم. ولی به چندین لهجه و زبون مختلف قومیت های خودمون، قومیت های ایرانی میتونه بخونه. ترکی بلدی بخونی؟ حالا الان اگه غلط بخونم چی؟ اون برای شما ها همیجه تو مدرسه و این برون بر میخونم. بچه ها به هر حال دوست دارن مطمئنن. من گل میشم سیزه گناخ، جیران منه باخ باخ، گوزل منه باخ باخ، کتان کنک نازک بدن، گردم بیر حال اولدم. بحبه بختیاری؟ بابا دیگه بعد بری دیگه، هر چی همه رو بعد آدم نیست. باور کن چی بود به خدا جمله بندیاش غلطه فکر کنم. ها به خیالم لوتی علی لوتی علی، ای سر به نازم با گل سونه بهارون بی خزونه، هر جا تیغ رهت میزنم دل ز تو یاد میکنه. خوبه بارکالله بابا دیگه. کردی بلدی؟ کردی آخه میدید دعواست، ما باید بینید که کردی کجا مثلا کرمانجیه که من نمیدید. یعنی کردی هم بلدی؟ کبو کلی لیلوی، کبو کلی لیلوی، لیکد لیلوی، لیکد لیلوی، کبو کم وای وای. خوبه عالی بابا، عالی. شیرازی هم بلدی؟ نه، اون نه واقعا، فقط دختر شیرازی جونم، دختر شیرازی. اینشو بلدی؟ نه، اونو که به کارت می اومده. ماشاءالله حامد بازیگرم بوده، بازیگرم بوده. از بازیگریت بگو ازم یه مقداری. مثلا کسی یادش نمیاد اون موقع بمباران بود، همه میرفتن توی مثلا فانتوم منو پخش میکنن، میرفتن تو پناهگاه مثلا. منو دارن نشون میدن مثلا، من دیدین منو؟ نه عزیزم، آژیر بود مثلا. دوران بمباران بود. یه برنامه بود به نام برنامه مسابقه گلواژه ها، یه نمایشی داشت. آره یادم. کارگردانش آقای بهرام شاه‌محمدلو بود. بعد که من بازی میکردم اون توی اون با سعید شیخ زاده فکر کنم با هم بازی بودیم. بعد ولی خب در کنارش کار فیلم و سینما فعالیتی جانبی داشتم. مثلا آره بابا، آهنگ سریال آهوی ماهنومو که رامین بهنای عزیزمون آهنگسازیش بود و من خوندم. خبرت هست که از خیش خبر نیست مرا. بعد فیلم میهمان مامان آقای مرجویی که آهنگسازش عماد مونکدار بود، هر چی تار و ستار و تنبور و عود، هر چی صدای خراب من زده بودم کار من بود. خبرت هست که از خیش خبر نیست مرا، گذری کن که ز غم را گذر نیست مرا، گر سرم در مزرعه پدری زنده یاد رسول ملا قلی‌پور یک ورژنی داشتش که باید صدای زن رو عوض میکردن یا باید صدای همخوان میذاشتن روش. سر زن رو تو گفتی؟ نه متاسفم بلد نبودم، اگه اون لول بتونستم بخونم سوپرانو باید میخوندم که دیگه باید منو بریم بیمارستان. نه ولی صدای رجیستر مرد رو من یک بار خوندم، فکر کنم برای جشنواره اون ورژن پخش شد. پیمان یزدانیان فکر کنم آهنگسازش بود، پیانیست بسیار برجسته. دیگه از این کارو زیاد کرده بودیم. خارجی هم که الان در حال حاضر دیگه دارید؟ الان فعالم با یک کمپانی که ایجنت موسیقی فیلمه، قرارداد دارم. اکثرا کارهای تاریخی، کارهای حتی جنگی، کارهای اکشن، چیزی که راجع به میدل ایسته. الان اکثر سازهای شرقی شما هم میزنم و یک تیوی سریالی مال شبکه ABC هم بود به نام The Kings and the Prophet که جای چند تا نقش رو آواز بی کلام خونده بودم، نقش حضرت داوود رو و چند نفر دیگر رو. بابا رفیق ما انتهای بچه استعداده. خوشتک میخوای بزن؟ آتیش، شمشیر بورد. البته با این موهایی که شما داری توقع شمشیر هم از پشتتون داری. اونم که میدونید اهلش بودم یه زمانی. شمشیر رو؟ آره دیگه، اهل ورزش‌های رزمی. ورزش‌های رزمی تو یه مدتی کار میکردی؟ تکواندو و مویتای. قبل از اینکه البته وارد سنگین وزن بشین فکر می‌کنم. پیر شدیم استاد. نفرمایید بزرگوار، نفرمایید. البته قبلا من دروازه‌بان بود.
گذاشته بودنش دروازه به خاطر از نوک حمله شروع کرد دیگه، مثلا از اول دقیقه اول توپ جمع کن شده بود دور زمین، ولی خب ورزشای رزمی شو من شاهدم کارش درست بود. چیکار کرد دیگه؟ یواش یواش هم تبدیل شد به سامورایی و این الان موتور هالی دیویدسون سیاه جدیدش هم که دیگه قشنگ سانز آف آنارکی رو میتونیم سری جدیدش رو بریم حامد بازی کنه. قربون خاکستری مت هستش رنگش. عذرخواهی میکنم رنگ کتتونه. بله بله دقیقاً. بله بله بسیار هم خوبه. بعد تو چرا حالا انقدر علاقمندی به موتور با اینکه سبک موسیقی اصلا یه دنیا فاصله داره؟ به خاطر اینکه ریلکس میکنه من دیگه. البته اون استایل موتور سواری که موتور کروزره، موتوری که شما آروم برای خود میری با یه سرعت سالم توی یه جاده زیبا، تانک فقط میده مردم آزار میده اونو بعد خودت میتونی اونجوری بکنی. چیکار کنم سری تانک بده؟ اگزوز تو میتونی عوض کنی. تو اگزوز چجوری؟ برنامه اگزوز خودت. من اگزوزم کاملا بی صداست. خیلی کاملا بی صدا. من دست بزنم. بله ببخشید. من واقعا احساس نمی کردم باید در اگزوزم دست بزنم. واقعا تصور این رو نداشتم. استاد شما جزو یکی از معروف ترین اگزوزهای دو صدامو میفرمان در راجب صدای بنده صحبت میکنم و این دوست عزیز راجب صدای من دارن اظهار لطف میکنن. ما که صدای قشنگ شما رو نداریم که. میخوای واسه بخونه میدن؟ تو رو خدا این کارو نکنید. همراه ما باشید در ادامه مصاحبه، یه سری بزنیم به اتاق فرمان. همچنان در خدمت حامد نیکپی هستیم که تقریبا میشه گفت خودت دیگه برای چی برای خود دست میزنی؟ یعنی برای خودم را این جمعش قانون اصلا میدونم. من یه سوال دارم از شما، چی بهت وحی شد که فکر کردی باید برنامه لیت نایت شو ایرانی درست کنی؟ کی تو رو قشنگت کرده؟ مست و ملنگت کرده؟ جدی مثلا خیلی بانمکی؟ البته به بانمکی شما که 100% نمیرسم. اون که شما محبت واقعا از اون موقعی موتور رو میشناسیم در حدود 7-8 سالمون بود. من آدم بانمکی بودم نبودم؟ واقعا بودی. واقعا بودم. به افتخارش رو خواهش میکنم گوگل من. حالا این قضیه خیلی نکته جالبیه که معمولا به خاطر اینکه خب من با حامد سالهاست دوستم و خب روابط دوستانه‌ای که با هم دیگه داریم با روابط عادی مثلا مخاطب با مثلا حامد فرق میکنه دیگه، ولی خب بعضی وقتا مثلا میبینن من دارم با شوخی میکنم اونا میگن استاد تتر یه دفعه مثلا میان همون حرکتی رو که من انجام دادم حتی منم نباید واقعا انجام بدم. اینم یه نکته ای که من نباید واقعا انجام بدم به خاطر اینکه وقتی یه دوستی دارید شما یه دفعه این دوست و هنرمنده مثلا اصلا میریم توی یک ورژن آخه معمولا برای اینکه صمیمیت رو نشون بدن جلوی رفقاش این کار ممکنه پیش بیاد که مثلا یه دفعه آره دیگه که ما با هم صمیمیم، ولی به نظر من چون حرمت مناسب نه حالا زیاد دیگه اون زیاد از حد باشه ولی حرمت رو نگه دارن بد نمیشه دیگه ها مثلا خوبه بد نیست. یه دفعه من یه نکته ایرم بگم لیت نایت شو یا همین برنامه های آخر شب همین جوری باید باشه. یعنی صحبتایی که من و حامد اگه احیانا تو خونه هم نشسته بودیم با هم دیگه ممکن بود داشته باشیم رو بیاریم راحت برای مخاطب با هم دیگه بگیم بخریم. لازم نیست حتما یه مهمون ساعتی 10:30 مثلا شب جمعه مثلا بیاد پروژه هایی رو که ما در زمینه‌های مختلف مردمم خواب مثلا در واقع باید بگی بخندی شوخی کنی مثلا. یعنی کانسپت لیدناشو اینه دیگه. شما نمیدونستی؟ من تازه یاد گرفتم. و بعد راحت باشی به همینجا الزاما نباید حتما یه سوژه خیلی جدی یا مهم یا با اهمیتی توی قضیه باشه که البته این سوژه هم که گفتیم به نظر من خیلی با اهمیت بود. Of course, of course, you are right and you know one of the best الان من انگلیسی حرف زدم شما دارین؟ نه آخه استایلتون خیلی من کلن استایلم خوبه. چرا خوشش اومد یارو از خودش؟ سینای ولی الله جانم دوست داری مصاحبه کنم باهات؟ تو با من مصاحبه کنی؟ همین الان بپرس ببینم چه جوری. حالا چی کاری؟ آ جامونو عوض کن. بله بله. خوش
سلام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه چندشنبه با حامد. خواهش میکنم. خب سینا جون خیلی خوش اومدی به برنامه. قربونتون برم من الان. عزیزم دو... خب سینا عزیز چی برامون آوردی از تور آخرت سوغاتی؟ خب خدمتتون عرض کنم که عزیزم شما فیلم کابایی بازی میکنی اینجوری دهن اینجوری شده کی اونجوری مهمونش اونجوری بخش اول مصاحبه رو نگاه بکنی تل میشه. خب بپرس عزیزم من در خدمت شما هستم ببینم شما مرمونتون برم تمنا میکنم سینا جون جون دلم شما از مصاحبه فقط سینا جون 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 گفتنشو فقط بلدی ها سینا جون جونم سوالی که ازتون داشتم یادم رفت از این قضیه. خواهش می‌کنم. من هول شدم. بپرس ببینم واقعا میتونی؟ بپرس ببینم میتونی چند دقیقه؟ من شک داری؟ برو بریم. برو بریم. خب اونو حل کردیم. ادامه برنامه رو نگاه می‌کنید بهتون بگم. لا بپرس دیگه. بپرس. چیزی نیست اون زیر. ول کن. این مال من نبود دو روزه دارم دنبالش می‌گردم. بابا اینجا گوشی تلفن خدمتتون بله خواهش می‌کنم بفرمایید خواهش می‌کنم اصلا کلا اینا هم من برنامه رو اجرا نمی‌کنم اینان در واقع اون پشت که اینا صدام سینا جون جون دلم عزیزم کی گفت که برنامه شما خیلی بانمکه؟ کسی نگفته اصلا خدایی خیلی خوب اگر اطلاعات دیگه شما اگه به نظر من مدل فشن بشم بشی خب قسمتی که هندونه قاچ میکنن به خاطر اون چیز شلوارت که به خاطر این آره میتونه ولی حالا دور از شوخی دمت گرم قربونت برم من بینندگان عزیز ما واقعا مصاحبه خیلی خوبی بود و واقعا من لذت بردم از این مصاحبه بینندگان عزیز و ارجمند من سوالی از ایشون ندارم چون تمام زندگیش مثل کف دستم هست اینجا خب حالا بپرس یاد دوستان میخوام بدونن بپرس دو تا سوال بپرس اشکال نداره خجالت نکش شما چه حسی به دست میده وقتی که صبح خواب بلند میشی دسته آتاری گیمت دستته تا زور آتاری نیست همون زمان ما 1982 آتاری پلی استیشن پلی استیشن البته خدایی اینجوری نیست روزای تعطیل وقتی اعصاب و روانم رو بعضی از دوستان میخراشن اون بازی در واقع پلی استیشن یه آرامش خاطری به من میده به خاطر همینه اگر نه یعنی در واقع دوستان چند ساعت طول میکشه معمولا بازی پلی استیشن ولی واقعا شوخی کردم که بیام اینجا پشیمون شدی تکه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنید بینندگان شنوندگان برنامه رادیو تهران تو باید همون میرفتی موجی رادیو تلویزیون خودمون میشدی یعنی واقعا برنامه طنز اجرا کردنش کاره هر کسی نیست اتفاقا ما این قراری بود که قبل از این گذاشتیم که گفتی من بیام اینجا بشینم که اینو ثابت بکنم منم ثابت کردم دیگه برای خب خدمتتون عرض بکنم که مسابقه بی‌مزه‌ای بود واقعا فکر می‌کنم از طریق من انجام شد چون نه خوب بود فقط این مشکل اینجا بود که تو نتونستی حتی یه دونه سوال از من بپرسی از بس که موزی دیگه من ببخشید من دوستان وسایلم رو بذارم زیر میز عذرخواهی می‌کنم من از این طریق راستی با کارگردان در ارتباطم اینجوری آقای کارگردان چیکار کنیم الان چه حرکتی باید انجام بدیم جانا بازی آقای کارگردان میگه وقت بازیه اون دفعه که خیس خالیمون شدی این دفعه چه بازی بکنیم بگو با انتخاب خودت من بگم انجام میدی جرأتشو داری انجام میدیم چه بازی تخم مرغ بازی جیمی فلان خوبه واقعا برید Ha ha ha.
به قول ایشون به چی میخندین؟ هنوز فرصت عوض کردن نظر یا بازی هست؟ بعد از پوشیدن این لباس زیبا ننشانه آدمی هست چرا خب نمیخوای بازی دیگه بکنیم همه جا؟ عزیزم آپشنی نداریم دیگه، یک 200 نفر دارن کار میکنن که اینجا حالا از اول دوباره دستم افتاد. در آزمایشگاه چندشنبه هستیم در خدمت دکتر ولی الله و دکتر نیک بی. در خدمتتون هستم. تو این بازی ما 8 تا تخم مرغ داریم. 5 تا از تخم مرغا آب پزه پخته است، 3 تاشون خامه. هر کسی که 2 تا تخم مرغ دوتا تخم مرغ خام رو تو سرش بکوبه بازنده است. بریم ببینیم کی بگه. 1 خواهش میکنم شما مهمونید. ببخشید. اول مهمون. دوتا بکوبه تو سر. دوتاش اگه خام باشه فکر میکنم باختید. دیگه دست مهره بازی. دست مهره بازیه. میخوای عوض کنی؟ میخوای عوض کنی؟ آره عوضش کن، میخواد عوض کنه. نمیتونه متاسف، مگه از روی نشه. 1 2 3 سرم آه بفرمایید. اجازه بدید استاد. 3 2 بریم. 1 ای نو. آمد جان آمده ای؟ منو خیس میکنی ها؟ اشکال نداره استاد، میشوریم براتون استاد. خوبه خودتون انتخاب کردین استاد. الان دوستان نمیان زیر صفحه من بنویسن استاد تخم مرغی کردی؟ با استاد املت درست کردی؟ اجازه بدید. الحمدلله. چه بوی دلنگیزی هست. ای جانم، قناری. ای خدا میساق جان خواهش میکنم دامن خورمت برم بکنم راه نمایی نکنم بهتر. یعنی یکی دیگه فقط کافیه تخم مرغ خام تو سرش بخوره. من باید فرار کنم. 1 ازدواج که نمیخوای بکنی تخم مرغه. اینو بچه ها خودو 1 و 1 و 1 2 و 2 و 2 3 و 3 و 3 مسابقه محل. به حرف خانم ها باید اعتماد کرد؟ بردار. اینم از اعتماد من بردار. دمت گرم، دمت گرم که بوی میاد. خیلی زیبا بود. یعنی واقعا بازی تمرین موتور سواریت باید باشه، با آرامش، با صدای تانک. به همین زیبایی چقدر ناز شده. این لورنس عربستان تقلبی شده. همراه ما باشید. خیلی برام کامل دینید که قراره به علت اینکه باخته برامون هنرنمایی کنم. تمنا میکنم.
صبور و سنگی 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 میخوند و مینوشت دریا صبور و سنگی 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 میخوند و مینوشت من خواب نیستم من خواب نیستم خاموش اگر نشستم مرداب نیستم مرداب نیستم صبور و سنگی سنگی میخوند و مینوشت من خواب نیستم من خواب نیستم خاموش اگر نشستم مرداب نیستم مرداب نیستم زنجیر بکسلم روزی که بر خروشم من زنجیر بکسلم روشن شود کاتشم روشن شود کاتشم آب نیستم آب نیستم دره 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 دریا صبورو صبورو سنگی میخوند و مینوشت 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 آی من خواب 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 دریا صبور و سنگی صبور و سنگی میخند و مینوشت سری برای قرعه کشی آهنگی که میخوای بزنی رو بزن زود باش بله. وقت نداری آماده ای؟ بزن چه سازی بود؟ یک دو شو برای بازیم بلدی یا
ساناز پی اس تی اف ساناز پی اس تی اف برنده شد. مبارکه. بریم برای تلگرام خیلی سریع برنده تلگرام رو هم معرفی کنیم. حاضری؟ برو بریم. آهنگ تموم شد. عزیزه بدین نشون بدم. خواهش کنم. نیما ایانگ ایوق ایوج 85. این هم عکسش. بچه ها برای اف بی آی اسامی انتخاب میکنن. برو آقا. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر میخواین تو قرعه کشی شرکت بکنید، عکس مربوط به برنامه رو توی صفحه اینستاگرام خودتون پست بفرمایید، بنده رو هم تگ کنید. توی صفحه فیسبوک فارسیوان لینک یوتیوب رو که پیدا فرمودین میتونید روی صفحه فیسبوک خودتون شیر کنید. اگر توی توییتر هم میخواید توی قرعه کشی شرکت بکنید، ریتوییتش بفرمایید لینک یوتیوب برنامه چند شنبه این هفته رو. بچه‌های تلگرام هم که در واقع کارشون خیلی ساده است، فقط پستایی رو که در طول هفته ما روی صفحه رسمی بنده یعنی سینا ولیو لا آفیشیال توی تلگرام پست می‌کنیم رو برای دوستان و گروه‌های مختلفی که عضو هستن بفرستن. کار سختی هم نیست و ما هم نه از طریق فوروارد کردن اینها پیدا بکنیم کسانی رو که می‌خوایم توی قرعه کشی شرکت بدیم. وقتی که تعداد ویوهای یه پست مثلا میره روی 5000 تا میره روی 10000 تا، ما هر دفعه یکی رو انتخاب میکنیم. یعنی هرچی بیشتر دیده بشه تعداد کسایی که انتخاب میشن برای قرعه کشی هم بیشتره. دلیلش اینه. بعضی از دوستان که با کارآگاه گجت همکاری مشترک داشتن گفته بودن چجوری میفهمی؟ اینجوری خدمتتون عرض بکنم که دیگه صحبت خاص دیگه این نمیمونه. تا 4 سال دیگه در خدمت شما هستم. دیگه نیستم البته، دیگه دارم از حضورتون مرخص میشم. قربون شما، شبتون بخیر.